پیام ایدی اشرف غنی و واکنش های گسترده شهروندان رئیس جمهور فراری می گید که افغانستان در بدترین وضعیت قرار دارد با یک دیگر همکاری کنیم شهروندان ما می گوین و دیگر حق اظهار نظر ندارند. سلام بر شما اول می و یازدهم همه است اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور فراری کشور در یک پیام به مناسبت عید سعید فطر میگوید که افغانستان در بدترین وضعیت تاریخ خود قرار دارد و برای جلوگیری از فجایع بیشتر باید همدیگر را بپذیریم و با یکدیگر همکاری کنیم. سخنان آقای غنی اما با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی مواجه شده و مردم از او به عنوان وطن فروش و خائن یاد کرده و, و گفتند که دو حق اظهار نظر نداری. غنی اما میگوید که انحصار قدرت وضع افغانستان را وخیمتر میکند او گفت افغانستان بدون اجماع ملی برای بیرون رفت از وضعیت فعلی راه حلی ندارد قدرت در دین مبین اسلام و در عرف ملی ما وسیله خدمت است نه وسیله بربادی و به ریس رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به این ضرب المثل که چاکن در چا میافتد گفت که با اجماع ملی و قبول یکدیگر افغانستان نجات مییابد اشرف غنی افزود که عید سعید فطر در شرایط تجلیل می شود که مردم حوادث ناگوار را متحمل شدند و روزانه با گرسنگی و وضعیت فلاکتبار دست به گربان هستند غنی همچنان افزود که آیا جای عزت است که پدر مجبور می شود که گرده پسرش را بفروشد آقای غنی به گناه نرم از ممانعت گروه تا برای رفتن دختران به مکاتب هم انتقاد کرده و گفت که مشکل در شیوه مسلمانی است او همچنان به همکاری های منطقوی نیز اشاره کرد اشرف غنی میگوید که ثبات افغانستان بدون همکاری های ممکن نیست و ضرور است که زمینه همکاری های منطقوی به خصوص اقتصادی فراهم شود رئیس جمهور فراری همچنان خطاب به گروه تا گفت که همکاری بدون کسب مشروعیت شدنی نیست اشرف غنی گفت که کمک های بشری در کوتاه مدت برای تمام مردم افغانستان لازم است و طرح در این مورد هم دارد که در فرصت لازم آن را ارائه میکند او در صحبت های خود در حال نسخه نجات بخش برای مردم افغانستان ارائه داد که برخی منابع گفتن که اشرف غنی احتمالاً به عنوان مشاور گروهی تا در افغانستان برخواهد گشت از جمله رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که برادر آقای غنی با تبانی با کشور همسایه توافق کرده است که برادرش برگردد و به عنوان مشاور این گروه کار کند اشرف غنی در بخش دیگر پیام خود گفت که با جنگی که امروز در اروپا شعلهور است کمک ها به افغانستان کم خواهد شد و لازم است تا برای خودکفایی در افغانستان برنامه تدوین کنند شهروندان کشور ما میگوین تو با تقلب بر گرده مردم افغانستان سوار شدی و هفت سال هم حکومت کردی با بشرمی تمام تمام مردم افغانستان رو در بدر و تباه ساختی حکومت را به یک حلقه خاص تسلیم کردی و قدرت را انحصار کردی اما اکنون داری برای مردم افغانستان نسخه میپیچی شهروندان کشور میگوید اگر تو برنامه برای افغانستان داشتی همان زمان که در قدرت بودی کار میکردی آنان میگن تو اگر برنامه برای مردم داشتی و دیلت برای مردم میسخت تقلب کرده و بر گرده های آنان سوار نمیشدی البته در کومنت ها بسیاری مورد های مردم اشاره کردند که نمیشود همش را در اینجا ذکر کرد اما مردم به شدت از کارنامه غنی انتقاد کرده و میگوید که او فرد بیکفایت و وطن فروش بود